سلام، وقتتون بخیر. ممنون که بیننده چند چند هستی. ساعت 9 شب پنجشنبه 4 خرداد 1402 به وقت تهران ایرانه و در دقایق آینده هم رو با مهمانان برنامه به واکاوی شرایط والیبال ایران در حال حاضر خواهیم پرداخت. رئیس فدراسیون والیبال ایران از جمله افرادی است که انتقادات نسبت به او زیاد، از جمله اینکه فردی به دلیل وابستگی‌های سیاسی سال‌هاست به صورت رفت و برگشتی بر این فدراسیون به نوعی حکمرانی می‌کند. اما محمد رضا داوردزنی کیست و چگونه وارد عرصه ورزش شد؟ از زبان خودشون بشنویم. جنگ باعث شد که ما وارد عرصه سپاه بشیم برای جنگیدن. یه مقطعی بیت از اتمام بودیم، یه بحثایی مطرح شد راجع به ورزش، ضرورت ورزش در جنگ. تو مقطع بحث این بود که ما در عملیاتی که اتفاق میفته، جایی که در کوهستان درگیریم نیاز به فنون مخصوص خودشو داریم، جایی که در رمل و در رودخانه درگیریم یه شرط خاص خودشو داره، تو جنگ شهری بحث دیگه ای داره. آغاز این جرقه بود که سپاه بیاد تو این عرصه کار بکنه. در دو حوزه تربیت مربی صورت گرفت، در حوزه رزمی و رزم تن به تن و جنگ شهری، و در حوزه عملیات کوهستان و کوهنوردی و اسکی و این حرفا، که اینها آموزش بدن مربیانی رو که این مربی ها بتونن نیروهای رزمنده رو آموزش بدن. یکی از رشته هایی که از اتاقا خیلی بهش علاقه داره و دوست داره و تعقیب میکنه والیبال. اینو با اطلاع میگی؟ دقیق دارم خدمتتون میگم. دیداری داشتیم حضرت خدمت از آقا با مدال آوران جاکارتا. حضرت آقا من رو نگاه کردن، خیلی محبت کردن و گفتم که حواستون به والیبال هست؟ شب قبلش تیم ما با امریکا بازی کرده بود، خب بالاخره بازیش هم واگذار کرده بود. گفت یکی دو سال یه خورده اوف کرده، برای همین هیچ منصب دیگه‌ای، پست دیگه‌ای در مدیریت اجرایی برام اون انگیزه‌ای که الان والیبال داره رو نداره. اما تیم ملی والیبال مردان ایران در آستانه حضور در رقابت‌های مهم لیگ جهانی است، رقابت‌هایی که در کشورهای مختلف از جمله آمریکا برگزار خواهد شد، کشوری که به دلایل سیاسی و ورزشی حضور تیم‌های ورزشی ایران در اون همیشه اهمیت ویژه‌ای داشته. جدای از میزان آمادگی تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها و موضوع صادر نشدن ویزای چند نفر از سوی آمریکا، چند روز پیش خبرساز شد. گفته میشه فدراسیون والیبال در اقدام غیر معمول برای 60 نفر درخواست ویزا کرده بود. به همین منظور با اکبر محمدی سرپرست تیم ملی والیبال ایران تماس گرفتم. حدود 60 نفر برای ویزای آمریکا اقدام کردن، اینو تایید میکنید شما؟ ما 30 تا بازیکنی که مجازیم معرفی کنیم برای لیگ جهانی و حدود 14 نفر کادر فنی، اینو جزء لیست ما بودن برای ویزا. من اطلاعی از کسی غیر از اینا ندارم. یعنی فرد غیر مرتبط اصلا معرفی نشده؟ چون انتقادی که مطرح میشه میگن آدمای غیر مرتبط. نه ببین، ما سفری هم که داشتیم رفتیم برای ترکیه همراه من، همون 45 نفر بودن، کس خاصی نبوده اضافی بودن. و همه افرادی بودن که لازم بود برن. بله، من 60 نفر از این ور میشتم. من خودم همراه تیم بودم، اصلا خودم بلیط گرفتم، خودم آوارس پروژه دارم، خودم هتل ترکیه رو هماهنگ کردم. دقیقاً 44 نفر رفتیم. 2-3 نفر مثلا آنالیزر اضافه، فیزیوتراپ اضافه، 2-3 نفر جد کار هستن که اگر کسی مشکلی پیش اومد کسی جایگزینشه. ولی غیر مرتبط کسی رو نداشتیم. حتما در ادامه برنامه به این موضوع و صحبت‌های آقای محمدی خواهیم پرداخت. اما در رابطه با تیم ملی والیبال ایران و بازی تیم‌های ملی ایران و آمریکا در هلند با مرتضی شیاری مربی تیم ملی والیبال آمریکا گفتگو کردم. از آقای شیاری پرسیدم شرایط تیم ملی ایران رو در حال حاضر چطور می‌بینن. والیبال ایران با آمدن آقای ولاسکو در واقع یک جهش آنچنانی انجام داد، با توجه به اینکه ولاسکو یک مربی کارکشته بود و در واقع سیستم جدیدی رو وارد والیبال ایران کرد، دیدیم که والیبال ایران یک رشد چشمگیری داشت. اما بعد از آقای ولاسکو، خب با توجه به اینکه یک سری مربیای اومدن که خب لحاظ فنی و یا حتی مدیریتی از آقای ولاسکو خیلی ضعیف‌تر بودن، ما شاهد در واقع یک افت زیادی در والیبال ایران بودیم و میشه گفتش که نه، والیبال ایران میتونست
رشد بهتری داشته باشه. حالا مشکلات خب زیاده، شما میدونید در والیبال ایران، اصلا نه در والیبال ایران، در کلن در کشور ایران مشکلات زیاده و در واقع ما همه اون مسائل رو مد نظر قرار بدیم، در واقع باید ببینیم که آیا واقعا شرایط وجود داشت که مربی بهتری برای والیبال ایران بیارن. ولی این چیزی که من میدونم، حالا من مثلا در واقع میخوام فقط فنی صحبت بکنم، این هستش که وقتی که ما یک مربی رو میاریم در سطح ولاسکو، حالا به هر دلیلی اون مربی میره یا کنار گذاشته میشه، حالا هرچی، برای اینکه اون مسیر پیشرفت رو ادامه بدیم قطعا نیاز داریم که یک مربی از اون مربی بهتر بیاریم، یا حداقل در لول ایشون بیاریم. که متاسفانه بعد از ولاسکو مربی که وارد ایران شدن خیلی سطحشون پایین‌تر بود و من اینطور میتونم بگم که تمام مربی ایرانی که در واقع در تیمای ملی ایران کار میکردن یا همین الان دارن کار میکنن، سطحشون از تمام اون مربیایی که بعد از ولاسکو وارد ایران شدن، سطحشون اگر بالاتر نباشه قطعا پایین‌تر نیستش. اما در بخش دیگری از گفتگویی هم با آقای شیاری از شرایط حضور تیم ملی ایران در آمریکا و رویارویی دو تیم ایران و آمریکا در هلند سوال کردم و اینکه این رقابت به نظر ایشون چطور خواهد بود. آمریکا با تیم ایران در فقط در هلند با هم بازی میکنن. زمانی که تیم ایران میاد آمریکا آنهایم، در واقع اینجا با تیم آمریکا بازی نمیکنه. بله، شهری هستش که بین در واقع لس آنجلس، ایرواین و سندیگو قرار داره و دقیقا مرکز در واقع ایرانی ها هست و قطعا تماشاگرهای زیادی خواهند آمد برای دیدن بازی های تیم ایران و من فکر میکنم که تیم ایران از پشتوانه تماشاگرهای بسیار خوبی برخوردار هستش در این مسابقات و امیدوارم که با حمایت این تماشاگرهای خوب که واقعا والیبال رو بسیار دوست دارن، ایران بتونه نتایج خوبی رو اینجا کسب بکنه. امسال تیم آمریکا چند تا از بازیکن‌های قدیمیشون برگشتن، مثل مکس هولت، سرعتیزن بسیار با تجربه تیم آمریکا برگشته. عرضم خدمت شما که توماس جاشکه، در فوننده خوب تیم آمریکا که پارسال در هفته‌های پایینی لیگ جهانی و مسابقات جهانی نبود، امسال برمیگرده. مایکا ماها، پاسور بعدی تیم آمریکاست که الان همچنان داره توی ترکیه بازی میکنه و ایشون هم هفته بعد برمیگره. عرض کنم خدمت شما که تیم آمریکا هم نسبت به سال گذشته مقدار میشه گفتش که قوی‌تر شده و من فکر میکنم که بازی تیم ایران و آمریکا در هلند بازی بسیار قشنگی خواهد بود. اما من هفته اول، دوم و سوم با تیم آمریکا نخواهم بود، یعنی تو تمریناتشون هستم اما باهاشون این مسابقات نمیرم، به خاطر اینکه اون تیم دوم آمریکا که در واقع صحبتشو کردیم، من به عنوان سرمربی باید واسم اونا رو تمرین بدم. من تا فقط هفته پایانی لیگ جهانی رو در واقع باهاشون خواهم رفت، اما در تمام تمرینات و اصلا خدمت شما مسابقات توی آنهایم باهاشون خواهم بود و احتمال 99% هم برای انتخابی المپیک هم باهاشون ژاپن خواهم رفت. پرسش دیگر هم از آقای شیاری این بود که اگر به ایشون پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی ایران بشه، آیا خواهد پذیرفت پاسخ مربی تیم ملی والیبال آمریکا رو بشنویم و سپس برمیگردیم و با مهمانان برنامه همراه میشیم. یه روزی به شما پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی ایران داده بشه، میپذیرید؟ ببینید، این کلمه سرمربیگری رو خیلی ساده میگیرن، یعنی سرمربی یک تیم ملی کشور، اونم به خصوص تیم کشوری مثل ایران که در واقع خیلی والیبال رو میفهمن، در واقع پیگیری میکنن، کارشناسی میکنن، تجزیه تحلیل میکنن. سرمربیگری تیم ملی خیلی کار بزرگیه، یعنی من تعجب میکنم تا یه نفر مثلا صحبت از والیبال میشه به راحتی جرئت میکنه بگه آقا من اومدم برم سرمربی تیم ملی ایران بشم. خیلی کار دشواریه. من اینجا دارم کار میکنم الان از سال 2018 با جان استورا مستقیما، هم در تیمای ملی دارم کار میکنم هم در دانشگاه UCLA. میبینم که واقعا چقدر تحت فشار هسته، چه کارهایی انجام میده و در واقع سرمربی شدن واقعا زمان زیادی میخواد، تجربه زیادی میخواد، دانش خیلی بالایی میخواد، مدیریت بالایی میخواد، روانشناسی بالایی میخواد. الان قطعا میتونم به جرات به شما بگم
تا 5 سال آینده همچین پیشنهادی من بدم من قبول نخواهم کرد، برای اینکه میدونم که فعلا در اون حد نیستم و نمیتونم این کار اجرا کنم و در واقع دوست ندارم بیام به کشور خودم، والیبال کشور خودم که در واقع خونه خودم هست و عاشقش هستم، در واقع لطمه ای وارد کنم. به هیچ شما دوست ندارم همچین کارو کنم. گفتگویی بود که با مرتضی شیاری مربی تیم ملی والیبال آمریکا داشتم و برای بررسی والیبال شرایطی که داره با سه مهمان همراه میشیم. بله همطوری در تصویر میبینید آقای ایرج مظفری سرمربی پیشین تیم ملی والیبال نوجوانان ایران، بازیکن اسبق تیم ملی والیبال ایران با ما هستن، فرزاد فرهادیان که ایشون هم از بازیکنان سابق تیم ملی والیبال هستند از هلند با ما همراه شدند، و میثم پورجلالی مدیر سابق تشریفات فدراسیون والیبال که به هر سه مهمان خوش آمد میگم. بر اساس کسوت پرسش مطرح کنم یا بر اساس سن و جوانی؟ من از جوانترها شروع میکنم. آقای فرهادیان از شما این پرسش مطرح میکنم که شرایط والیبال رو چطور میبینید؟ یک مسئله که الان وجود داره، انتقادی که هست، اینه که هم محبوبیت والیبال بین مردم کم شده، هم یک سراشیبی والیبال قرار گرفته. بعد از ولاسکو که اومد یک شکوفایی رو ما در والیبال شاهد بودیم، کوچ اومد و رفت، و حالا آیه عطایی به هر حال با تمام انتقاداتی که هست وجود ایشون دارن کار میکنن. شما واقعیت رو چطور میبینید؟ عرض سلام دارم خدمت شما آقا ایرج عزیز، آقا میثم و بینندگان شما. عرض کنم حضورتون که راجب والیبال ایران به هر حال آقا ایرج، آقا میثم بیشتر در جریان هستن، چون به هر حال من 25 ساله به هر حال در ایران نیستم، ولی خب کمابیش اخبار رو دنبال میکنم. همونطوری که آقای شیاری هم گفت، با اومدن آقای ولاسکو یک تحول بزرگی در والیبال ایران وجود اومد، و به نظر من در کنار اومدنهای ولاسکو یکی از مهمترین فاکتورهایی که باز شد والیبال ایران پیشرفت کنه، به حال آقای ایرج و آقا میثم هم میدونن، از نظر امکانات مالی والیبال ایران خیلی دگرگون شد. به حال زمانی که ما بازی میکردیم جنگ بود، و امکاناتی که در حال حاضر هست و قراردادهایی که بسته میشه با بازیکنها، قدیم از این خبرها نبود. ولی خب همونطوری که آقای شیاری هم گفت، بعد از رفتن آقای ولاسکو متاسفانه ما یه مقداری مغرور شدیم با نتایجی که در مسابقات بین المللی مختلف گرفتیم و پیروزی‌های مقطعی که در برابر تیم‌های نامدار به دست آوردیم، نتونستیم اون جایگاه شاخص خودمون رو حفظ بکنیم. متاسفانه به نظر من یکی از دلایلی که ایران، به حال ایران یکی از تیمای پرقدرت دنیاست، ولی خب جایگاه والیبال ایران رو میتونیم همون در رده هشتم تا دهم بدونیم، چون ما متاسفانه احساسی برخورد میکنیم، یه نتیجه مقطعی رو به دست میاریم، ولی در بعد زمانی بلند مدت ما به فکر فقط نتایج مقطعی هستیم که بتونیم از اون نتایج یه سودی ببریم، حالا یا این سودا شخصیه یا عمومی واسه فدراسیون والیبال. به نظر من در حال حاضر والیبال ایران تنها نکته مثبتی که داره اینه که با اومدن یک مربی ایرانی، فرصتی شده که جوانایی که تا حالا نتونستن خودشون نشون بدن تو این مسابقات لیگ جهانی، شاید فرصتی باشه که ما یک تیم به هر حال مطمئن و قدرتمندی رو در لیگ جهانی و در سال آینده داشته باشیم. ممنون از شما آقای فرهادیان. آقای مظفری، شما سرمربی اسبق تیم ملی نوجوانان بودید، از چهره‌های شاخص والیبال ایران بودید. الان اگر بخوایم تعارف رو بگذاریم کنار، به نظرتون تیم ملی والیبال که آقای داورزنی هم گفتن ورزش محبوب رهبر جمهوری اسلامی است، چطور می‌بینید؟ آیا الان رو به رشد و اتفاقی داره می‌افته، اتفاق خوشایندی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قبادی، همچنین فرزاد عزیز و میثم دوست داشتنی. عرض شود خدمتتون که در رابطه با والیبال بزرگسالان الان، به نظر من با نبودن آقای سعید معروف ما مسیر دشواری خواهیم داشت، خصوصا اینکه مربی و کادر فنی کاملا ایرانی است و بار بسیار سنگینی بر دوششون است. همه دوست دارن نتایج قبل تکرار بشه و عرشبت مسابقه به مسابقه علاقه مندن که ما بهترین نتایج رو داشته باشیم.
ولی به نظر من کار بهروز عطایی عزیزمون بسیار بسیار سخته، چون جایگاه والیبال ما تغییر کرده، بزرگان ما پیشکسوتای خوبمون الان دیگه حضور ندارن و این برمیگرده به اینکه ما در والیبالمون و کلا در ورزش نگاهمون به نتایج کوتاه مدت بود، هیچ وقت چشم انداز رو در نظر نگرفتیم. نکته که آقای فرهادیان هم گفتند اشاره کم بهش. بله ببینید، دلایلش هم کاملا مشهوده. وقتی که شما به عنوان مثال مسابقات دانشجویان رو دارید، مسابقات دانشجویان جهان رو دارید، هیچ بازیکن دانشجو نیست و بازیکن درجه دوی تیم‌های ملی میرن دانشگاه آزاد بدون کنکور و این فضا رو به دانشجوها داده نمیشه. تیم ارتشمون وقتی اعزام میشه همینطور، هیچ کدوم نظامی نیستن. حتی نوجوانان جوانانمون هم که حضور دارن، متاسفانه قوانین در ایران هست که اجازه میده که بازیکن وکیل بگیره و سنش رو کم بکنه، یعنی قانونا صغر سن به اصطلاح. بله صغر سن قانونی شده الان متاسفانه. حتی شما در باشگاه هم که در نظر بگیرید، همین الان تیم شهداب وارد مسابقات شد، دلیلی نداره بازیکن کمکی بگیره. ببینید ما همیشه دنبال نتایج کوتاه مدت بودیم. اگر به آینده فکر بکنیم، خب دیگه نگران این نیستیم که سعید معروف نیست، فکر میکنیم که قطعا در سال آینده یا دو سال آینده یک بازیکن شبیه سعید معروف هم پیدا خواهد شد. و حالا بحثای دیگه هم هست که آقای مظفری، حالا به این مسئله میپردازیم. در همین شهدابی هست که میگی سعید معروف بود، امیر غفور بود، چرای شناخته شدن بودم، مبالغ زیادی هم گفتم تو که آقای فرهادیان گفتم برای هم قرارداد تغییر کردم و در آسیا چهارم شد، عمل کرد ضعیف بوده، انتقاد در این مورد زیاد. اگه کوتاه در این مورد نظرتون بفرمایید که پرسن از آقای پورجلالی مطلق هم ممنون میشه. ببینید ما چهارم شدیم، خب ای کاش که یه پسر جوانی کنار این تیم بود و چهارم می‌شدیم، یه پشت خزن جوانی بود کنار این تیم و چهارم می‌شدیم. ببین همش ما دنبال اول دومی در مقاطع کوتاه هستیم و هیچ وقت به چشم انداز نگاه نمی‌کنیم. تازه زمانی هم که سعید معروف حضور داشت باز بهش حمله می‌کردن که چرا تعویض می‌کنه، چرا نظر میده، چرا تایم درخواست تایم می‌کنه، چرا بازیکن سالاره. و ما از سعید معروف سالارتر هم مگه داریم؟ باید سالاری بکنه. اینی که کلن چشمنداز در فدراسیون والیبال به نظر من دیده نمیشه. ممنون. حالا حتما در مورد فدراسیون صحبت هم، صحبت فدراسیون شد، با آقای اکبر محمدی هم صحبت کردم. آقای پورجلالی شما مدیر تشریفات فدراسیون والیبال بودید، مشخصا برای ویزا اقدام میکردید، از پشت پرده خبر دارید که چه افرادی برای ویزا اقدام میکردن و شرایط دریافت ویزا به چه شکل بوده. شما برامون بفرمایید که آیا واقعا 60 نفر بودن یا اینطوری که آقای محمدی میگن فقط 45 نفر بودن. ماجرای دریافت ویزا اساسا به چه شکلی است در فدراسیون والیبال؟ به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان محترم برنامه، جناب آقای مظفری و جناب آقای فرهادیان عزیز. ببینین روند اخذ ویزا طبق تقویم ورزشی فدراسیون ها خب یک پروسه هست که تعریف شده، یعنی مشخصه از زمانی که فدراسیون جهانی والیبال میاد برنامه های سال جدیدش رو معرفی میکنه و به فدراسیون ها ابلاغ میکنه، به هر حال مسئولین فدراسیون موظف هستن در این زمینه اقدامات لازم رو انجام بدن. تا جایی که من خبر دارم و اخبار رو پیگیری کردم و با دوستان صحبت کردم، یک کاروان 60 نفره، حالا چند تا بازیکن، 14 فکر می‌کنم 30 تا بازیکن، 14 تا کادر فنی و حالا به نوعی نماینده حراست وزارت ورزش، کارمندهای فدراسیون، دبیر فدراسیون، رئیس فدراسیون، مشاور فدراسیون و اینها در دو گروه اعزام شدن. حالا آقای محمدی قطعا گروهی که به دبی رفتن رو نگفتن، در دو گروه اینها اعزام شدن، یک سری ها رفتن آنکارا و یک سری ها رفتن در دبی برای گرفتن ویزای امریکا و خب مدارکی که لازم بوده ارائه دادن. گویا با 8 نفرشون فکر میکنم با 8 نفر موافقت نکردن، یعنی نتونستن ویزای امریکا رو بگیرن، که حالا اینا 5 نفرش رو رسانه‌ای کردن
خود آقای محمدی هم جز اون گروه هست به دلیل اینکه نظامی هست و از بازنشستگان نیروی انتظامی هستشون و دبیر فدراسیون. حالا به هر حال اینا میلاد تقوی اگر میلاد تقوی و خب میلاد تقوی اصلا اعلام کرده که در هفته دوم اول دوم نیست به هر حال و قطعا نماینده فراست همونطور که خودتون اشاره کردید بوده. بله نماینده حراست وزارت ورزش بوده که هلند هم به نماینده حراست وزارت ورزش ویزا نداده، یعنی حالا به خاطر اینکه اینا حراستی بودن و وابسته نظامی بودن بهشون ویزا ندادن. حالا اینا اومدن از این موقعیت استفاده ابزاری کردن که اعتراض کردن به FIVB، به مدیر اجرایی FIVB که اگر به ما ویزا ندین ما حاضر نمیشیم و بازی نمی کنیم. از یه طرف هم اعلام کردن که ما آمادگی میزبانی لیگ ملت‌ها رو داریم به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری، در واقعیت اصلا اینجوری نیست و اینا تنها سالونی که دارن و سالون 12000 نفری آزادیه که همین الانش که من با شما صحبت میکنم مشکلات بسیار زیادی در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری داره. بعد جمله ورود تماشاگران زنگ همیشه بحث برانگیز بوده، یادمون رو برای والیبال هم چه اتفاقی افتاد چند وقت پیش. آقای فرادیان شما سالها سر هلند زندگی می‌کنید، به قول خودتون 25 سالی که از ایران دور هستید، اما والیبال روز دنیا رو دارید دنبال می‌کنید. صحبت‌های دوستانم شنیدیم، به نظرتون اگر والیبال ایران از شما دعوت کنه الان بگی که چه کار کنیم که ما بتونیم رو به رشد باشیم، پیشنهاداتی که دارید برای فدراسیون والیبال چه است؟ ببینید من یک خب چند سالی در والیبال هلند مشغول بودم و حدوداً یک سال تا دو سالم در سوپرلیگ هلند بازی کردم. قابل مقایسه نیست آرمی خان، همونطوری که ایرج خان هم گفت والیبال هلند خب سال 1996 قهرمان المپیک آتلانتا شدن. بعضیا میگن که چرا والیبال هلند افت کرده؟ نه، والیبال هلند افت نکرده. والیبال هلند حتی در فوتبال، یعنی در تمام رشته‌های ورزشی هلند بر اساس یه برنامه بلند مدت میاد هزینه میکنه. یعنی حتی این تیم شهری که من زندگی میکنم اینجا 4 سال قهرمان لیگ هلند شدن و اتفاقا یکی از بچه های ایرانی هم عضو همین تیم بود که در حال حاضر بازنشسته شدن. من به خاطر همین کنجکاو بودم، از ایشون پرسیدم ایشون چند سالم در ایران بازی کرده بودن، گفتم که از نظر قرارداد چه فرقی بین لیگ هلند با لیگ ایران است. ببینید اینجا بازیکنان خارجی هم خیلی میان، از کانادا میان، از بلژیک میان، حتی از آمریکا، ولی من واقعا تعجب کردم. یعنی یه بازیکن والیبال مثل یه کارمند یه حقوق معمولی کارمندی میگیره به اضافه یه سری امکانات، یا خونه است یا ماشین، یعنی میلیونی یا میلیاردی. البته خب شرایط اقتصادی ایران رو نمیشه با شرایط اقتصادی هلند مقایسه کرد، ولی اینا بر اساس اصول، یعنی جوانایی که تو این شهر رشد کردن والیبالی شدن اونا رو حفظ میکنن، در کنارش بازیکنهای از کشورهای دیگر رو میارن که واقعا حرفه‌ای هستن و سعی میکنن که جوانایی که تو همین شهر زندگی میکنن، اکثرا هم دانشجو هستن، همونطوری که آقای ایرج گفت اکثرا دانشگاه اینجا در حال تحصیل هستن، در کنار این بازیکنهای حرفه‌ای و با تجربه بازیکنهایی بشن که بتونن در آینده. ولی اگه ببینین چند تا از بازیکنهای تیم ملی هلند هم قبلا دانشجو بودن، از تیمای شهر خودشون شروع کردن که الان عضو تیم ملی هلند هستن. و این واقعا و همونطوری که آقای شیاری هم گفت، بحث مربیگری هم میخوام بگم خیلی جالبه. من اینجا یه دوره مربیگری رفتم، آقای ایرج میدونه ایران هر کسی که عضو تیم ملی بود اتومات یه کارت درجه که ملی بهت میدادن بدونی که حتی دوره بری. اینجا ما رفتیم ثبت نام کردیم، یه تست از ما گرفتن، گفتن اوکی ما قبول داریم که شما بازیکن حرفه‌ای بودی، بازیکن تیم ملی بودی، ولی بخوایم مقایسه بکنیم مثل این میمونه که شما دبستان یعنی دوران تحصیل پایه رو نخونی بپری بری یه دفعه دبیرستان.
دوره درجه 3 مربیگری هلند حدود 6 ماه طول میکشه آرمی خان. شما روانشناسی دارین، حتی کمک های اولیه رو باید یاد بگیرین، در کنار شما امتحان های خیلی جدی دارین، بعد از 6 ماه امتحانات عملی دارین. وقتی که این مدرک رو گرفتین شما باید 5 سال تموم کنار یک مربی باید برین دست دو، نه سوپرلیگ هلند، دست دو در کنار یه مربی بشینین، یه سری تکالیف بهتون میدن تئوری و در عمل اونا رو باید انجام بدین. بعد از 5 سال تازه میتونین برین واسه کارت مربیگری درجه دو. بعد از درجه دو هم دوباره 5 سال شما باید سوپرلیگ کنار یه مربی سرشناس باشین، یاد بگیرین. حدود 10 تا 15 سال طول میکشه که بعد شما بتونین در سوپرلیگ هلند به عنوان یک مربی تیم و تمرین بدید. اینا تفاوتی که تو والیبال ایران با هلند است. دقیقا شبیه ایرانه، همین مراحل رو طی میکنن، همه با آشنا و پارتی میرن سرمربی مربی. آقای مظفری، شما گفتید چشماندازی برای والیبال ایران نمیبینید، یعنی هیچ آینده روشنی نمیبینید. حرف مهمی است، دلیل شما چه است؟ ببین، ما از ابزارهایی که داریم استفاده نمی کنیم. یک نمونهش کمیته مربیانه که اصلا نداریم. و جالبه که آقای افشار دوست عزیزمون عضو کمیته مربیان آسیاست. و حالا دلیلش چیه که باید داشته باشیم؟ دلیلش اینه که کارگروهی باید به فدراسیون مشاوره بدن در خصوص تعیین سرمربی یا کمک‌های مربی در رده نوجوانان، جوانان، حتی تیم ملی به ایران، حتی باشگاه‌ها. و این کارگروه رو ما نداریم و بزرگان ما خونه‌نشین شدن متأسفانه. یک دو بس پیش ماست که من واقعا مثال میزنم، مسعود کیمیایی رو، آقای مسعود کیمیایی عزیز رو همه میشناسن، یکی از به هر حال کارگردان‌های قوی است. ولی آیا امیر حیدری هم همه میشناسن؟ مهدی صاحب‌پور هم میشناسن؟ فاروق فخردینی هم به عنوان استار شناخت داریم روشون؟ اینا بزرگان ما هستن، سرمایه های ما هستن و ما اینا رو بسیار بسیار راحت کنار گذاشتیم و با یک دستور عمل ساده میتونیم تمام اینا رو در باشگاه ها فعال بکنیم. به هر حال بحث علمشون جدا، تجربهشون جدا و از همین مهمتر همشون به هر حال عروس دارن، داماد دارن، احتیاج دارن که خودنمایی بکنن و بیان اون تجربیاتشون رو به باشگاه ها بدن، به رئیس فدراسیون بدن. ما اینا رو نداریم. وقتی نداریم خب به کی میتونه به آقای داورزنی کمک بده به نظر شما؟ یا مثلا ما مدیر فنی داریم، من تعجب میکنم که اصلا اسمش معنا داره، مدیر فنی. آقا فرزاد عزیز، مدیر فنی یعنی چی؟ یعنی کی؟ کسی که فنون والیبال باید بلد باشه، تازه انقدر باید بلد باشه که بتونه اینو انتقال بده. ولی ما سوا اینکه اصلا مدیر فنی در هیچ جای دنیا نداریم، ولی افرادی هستم که دوستان من هم هستن، ولی خیلی لذت بردم از مرتضی شیاری که با جرأت، با شهامت کامل گفت اگر به من پیشنهاد بدن تا 5 سال نمیپذیرم. این قشنگه، این فلسفه ورزشه که کاری که بلد نیستی برای چی ورود میکنی؟ وقتی یک مدیر فنی پنج زدن بلد نیست، اسپایک تا حالا نزده، سرویس پرشی نزده، دایب نداره، بومنوستان نکرده، دریافت نکرده، توپگیری نکرده، دفاع نکرده، من نمیدونم چطور میشه مدیر فنی؟ این خیلی برای من سواله. و در نهایت هم باز برمیگردم به این که ما در آموزش پرورشمون بسیار ضعیف داریم عمل میکنیم. ورزش آموزش پرورش در ایران نه تنها والیبال، به نظر من نه تنها به خواب نرفته، در کما به سر میبره. ممنون از شما. در رابطه با وقت بشه خودتون هم صحبت می‌کنیم که در ونکوور الان دارید چه کار می‌کنید، به نوعی همین آموزش پرورش رو دارید در کانادا انجام میدید. آقای فروجعلی، چون در رابطه ساختار فدراسیون والیبال صحبت شده، شما در فدراسیون والیبال بودید، خیلی نزدیک‌تر از دوستانی که الان در برنامه حاضر هستن، از بزرگان والیبال هستن. این ساختار، سلسله مراتب در فدراسیون والیبال آقای داورزنی به چه شکل است و چرا انقدر انتقاد است که افراد غیر والیبالی در این فدراسیون هستن به جای افراد پیشکسوتی که آقای مظفری اشاره کردن بهشون؟ من دقیقا با
حرفای آقای مظفری موافق هستم. ایشون به هر حال سالها حضور داشتن و از نزدیک لمس کردن این موضوع رو. ببینیم اعضای فدراسیون والیبال، من از هیئت رئیسه فدراسیون شروع میکنم و در ادامه به کارمندای فدراسیون میپردازم. ببینید الان در حال حاضر اعضای فدراسیون والیبال خب آقای وحید مرادیه که سمت مشاور عالی هم داره، ایشون از شنا اومده، رئیس فدراسیون شنا بوده. بله قبلا رئیس فدراسیون شنا بوده و مناصبی هم حالا در ورزش کشور داشتن. آقای مهدی اسلامی خزانه‌دار فدراسیونه که حالا طبق اساسنامه باید باشه، ایشون کارمند پدرش مسبوق به سابقه است و از کارمندهای وزارت ورزش و سازمان تربیت بدنی بوده. آقای علی اصغر مونسان هست که عضو دولت و آقای روحانی بودن، عضو دولت قبلی بودن، الان عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال هست. آقای سید میلاد تقوی هست که هم‌اکنون دبیر فدراسیون والیبال هست. که من میخوام از شما سوال بپرسم، از اهالی والیبال بپرسیم که اصلا این آقای تقوی رو میشناسن؟ این آقای تقوی اصلا کجا بوده؟ من اطلاع دارم که آقای تقوی رئیس دفتر یک نماینده مجلس در تهران هست. همه این دوستان میتونن بیان در برنامه صحبت کنن. بعضا به آقای تقوی که مشخصا چندین بار زنگ زدم تا جواب تلفن دادم و حاضر به گفتگو نشدم. بفرمایید. آقای حمیدرضا شرافت هست که به نوعی در باشگاه شهداب یزد هست، ایشون از فعالان حوزه معدن هست. خنده داره یک آدمی که در حوزه معدن داره فعالیت میکنه بیاد برای فدراسیون والیبال در برنامه‌های کلان فدراسیون والیبال مشاوره بده و تصمیم گیری بکنه. آقای محسن منصوری هست که قبلا استاندار تهران بودن، الان مدیر کل ریاست حوزه ریاست جمهوری هستن. اصلا اینا وقت نمی کنن بیان در جلسات تشریفاتی، فقط میان یه چهار تا عکس میگیرن و میرن. آقای هوشنگ عشایری هست که مدیر کل بافت فرسودی وزارت راه هست که ایشون رئیس هیئت استان تهران هم هستن. آقای مهرداد هاشمی هست که ایشون عضو تشریفاتی هیئت مدیره پرسپولیس، مدیر عامل سابق سایپا بوده و کارمند، یه جورایی کارمند وزارت ورزش هست. آقای محمد جواد یزدانپناه هست که به هر حال بازنشسته ورزشه و دو سه تا از پیشکسوت‌های والیبال که به هر حال اونا هم یه چرخش از منتقدین فدراسیون بودن. حالا خیلی کوتاهی در مورد کارمندانم بگید، ممنون میشم که پرسیدم. ببینین کارمندان فدراسیون والیبال متاسفانه بر اساس لیاقت، دانش و اون تحصیلاتشون نیستن. همه با سفارش، با تلفن، مثلا آقای توفیق کاولی رو آوردن کردن کمیته ساحلی. آقای کاولی مدیر ورزشگاه آزادی و ورزشگاه شهید شیرودی بوده. آقای علیرضا استعدادی رو آوردن کردن مدیر حوزه ریاست. اصلا چارت فدراسیون والیبال چارت سازمانی داره آقای قبادی. یه سری چیزایی رو اومدن بهش اضافه کردن مثل معاونت اجرایی که ما اصلا در چارت فدراسیون ورزشی نداریم. هیچ فدراسیونی در ایران اندازه فدراسیون والیبال کارمند نداره. من FIVB حضرت عالی خودتون تشریف بردین دیدین، آقای مظفری توی کانادا هستن میبینن، آقای فرهادیان توی هلند هستن. FIVB رو 7 نفر یا 8 نفر میچرخونن. فدراسیون والیبال ایران 60 نفر حقوق بگیر ثابت فقط داره. اینها اکثرا تو تورنمنت های ملی همه مسافرن، همه میرن با چیزاشون با تیم های ملی به نوعی به عنوان پاداش میرن سفر. تو فدراسیون های دیگه هم متاسفانه چند افراد هستن به عنوان توریست میان و عنوانی نرن. آقای فرادیان، شما که در هلند کار کردید، با فدراسیون والیبال هلند آشناسی، اساسا این اتفاق میفته که چون یه مسئله مطرح میشه که برای مدیریت ورزشی لازم نیست که ورزشکار باشی، اون مدیریت خیلی مهمه، اما اینطور هست که مثلا شماها عزیزان در خارج از ایران باشید، جوانترها مثل فرهاد ظریف، مثل خود آقای سعید معروف، همه دارن میان کشورهای دیگر از جمله آمریکای شمالی و افراد غیر ورزشی غیر مرتبط با والیبال به طور مشخص در مورد این رشته اونجا فعالیت داشته باشن؟ آرمان خان، من نمیدونم و از یه بابت باعث تأسفه، ولی خب چند وقت پیش با آقای ایرج آقا میثم صحبت کردم. شخصا افسوسم اینه که این همه بچه هایی که حالا چه رشته والیبال چه رشته های دیگه از ایران خارج میشن
من همیشه گفتم ما وامدار والیبال هستیم و والیبال هم وامدار ماست. به هر حال واسه ما هزینه شد تو ایران، سفرهایی که رفتیم همه از بودجه اون مملکت صرف تعلیم و تربیت ما شد، به هر حال در کنارش هم خودمون زحمت کشیدیم و افسوس بخورم که چرا شرایط مهیا نشد که ما بتونیم چه آقا ایرج، چه آقا میثم، چه بچه های دیگه، مرتضی شیاری، سعید معروف، بتونن این تجربیات رو منتقل بکنن به بچه های ایران. این تجربیات به راحتی به دست نیومده. متاسفانه مشکلات برمیگرده به اون قوانین و ضوابطی که به هر حال در مملکت ما حاکمه، یعنی هر کسی بر اساس تجربه یا علم و دانشش در جایگاه خودش قرار نمیگیره. در هلند چرا ما مدیر داریم که سابقه ورزشی نداره ولی درس این کارو خونده، یعنی واقعا دانشگاه رفته مدیریت ورزشی رو خونده، ولی در ردای دیگه، در جای دیگه ما بازیکنای قدیمی تیم ملی هلند رو داریم که الان یکی از بازیکنان قدیمی هلند که همین در شهر ما زندگی میکنه، ایشون کسیه که فدراسیون والیبال هلند همیشه با ایشون در ارتباط و ازشون مشاوره میگیره، حتی در ردهای تیمای بانوان نوجوانان. ولی متاسفانه من خودم به شخصه میگم آدم دلگیر میشه، من نوعی نه، خیلی از ورزشکاره. الان شما خودتون به حال بیشتر در تماس هستین و میدونین که چه ورزشکارهایی خارج از ایران زندگی می‌کنن. اینا همه سرمایه های اون مملکت هستن. چرا ما باید شرایط مهیا نشه؟ باور کنیم، من بعضی موقعا میرم به این باشگاه هلند سر میزنم یا با جووناشون حرف میزنم، افسوس می‌خورم، میگم چرا من باید تجربه‌مو به یه غریبه منتقل بکنم، در صورتی که این تجربه‌ای که من به دست آوردم از سرمایه مملکت بوده، زحمت کشیدیم تو بدترین شرایط، خودمون یاد گرفتیم. زمانی که با آقای ایرج اولین اردو تیم ملی رو رفتیم، ایرج میدونه ما حتی امکانات قضایی درست حسابی نداشتیم، ولی با این وجود جنگیدیم، به خاطر عشقی که به اون وطن داشتیم، به خاطر عشقی که به اسم ایران داشتیم، زحمت کشیدیم زیر جنگ، بمباران. ولی خب میگم حرف و حدیث زیاده. همیشه من غمم این بوده که چرا حداقل من میتونستم تو استان خودم، تو کرمانشاه، تجربیاتی رو که سالیان سال به زحمت به دست آوردم میتونستم به 4 تا جوان منتقل بکنم. ولی ببینین، ایرج مظفری اسطوره والیبال ایران در کانادا، آقا میثم که کارهای مدیریتی انجام داده در آلمان، من اومدم هلند، مرتضی شیاری آمریکا، رحمت نوری آمریکا، همه این بچه‌ها میگم سرمایه والیبال ایران بوده. اگه ما دور هم جمع می‌شدیم، یه قانون خاصی بود، کسی میتونست ما رو دور هم جمع بکنه، باور بکنین والیبال ایران بیشتر از این میتونست حرفای بیشتری تو دنیا داشته باشه. ممنون از شما آقای فرهادیان، نکته بسیار خوبی مطرح کردید. خیلی کوتاه آقای مظفر، از شما پرسیدم، شما همونطوری که آقای فرهادیان هم گفتن از بزرگان از اسطوره‌های والیبال ایران بودید، چرا شما الان باید در ونکوور به فکر آموزش پرورش باشید، فرسنگ ها دورتر از ایران؟ ببینید، خب این سوالیه که حتی خانواده از من میکنن، حتی دخترم، پسرم، دیگه بزرگ شدم، یزدان، نیاز عنوان میکنن که بابا چرا ما اومدیم. من به تنها چیزی که میتونستم بهش بگم فضای کار واقعا نبود. ببینید، من خیلی کوتاه عرض بکنم که زمانی که آقای براسکو سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران بود، منم سرمربی نوجوان ایران بودم. ایشون 100 برابر من حقوق میگرفتن، درآمد داشتم، باورتون نمیشه، 100 برابر. من شریف درس خوندم، ریاضی من بی نهایت قویه و حرف من کاملا درسته. پس من اون جایگاه رو نباید قبول میکردم و خیلی هم سریع آمدم بیرون. الانم که در ونکوور هستم و همدلله دارم کار میکنم، با 11 نفر شروع کردم، الان تقریبا 2200-300 تا بازیکن اومدن تو باشگاه من رفتن و الانم 130-140 تا شاگرد دارم خدمت میکنم. ولی واقعا فضای کار نیست و وقتی فضای کار نیست آدم پناه میبره، چاره‌ای نداره، برای دلمون لک میزنه واسه ایران. و الانم که داریم صحبت میکنیم، باز خیلی چجوری بگم، آسته آسته صحبت میکنیم که کسی ناراحت نشه. هدف اون اینه که والیبال ایران رشد بکنه. الان مدارس اینجا باور شاید نکنی، در شروع سپتامبر که مدارس باز میشه، 2 هفته اول تیمای والیبال اینجا شکل میگیره در تمام دبیرستانش.
سالن دارن، دو تا سالن، بعضیشون سه تا سالن. برادر جان خودت دیدی تو هلند امکانات سخت افزاریشون عالیه، زمین فوتبال دارن به اندازه زمین باشگاه پاس، هر دبیرستانی اینو داره و وقت مسابقات دارن، بعد که بازشون تموم میشه مسابقات بین شهرها رو دارن و بعد تموم میشه باشگاه شروع میکنن به جذب عرشبت بازیکنهای رده سنی، بعد پله بعدیش اینا مسابقات دارن، تورنمنت دارن، بعد مسابقات منطقه‌ای هست، بعد بازی استانی هست و در نهایت هم بازی نشنال در سطح کانادا است. و خوشحالم که ایرج مظفری 7 سال اومده اینجا، 7 تا مدال گرفتم اینجا، دو تاش از بازی نشنال بوده. و باز خوشحالم 20% حدودن، بین 15-20% شاگردان خارجی هن. باور شاید نکنید من... فارسی دارن یاد میگیرن. واقعا درود بر شما. بفرمایید کوتاه فهمید آقای. استدام میکنم به هر حال امیدوارم که والیبال ما در مسیر رشد قرار بگیره و اگر احیانا صحبتی هم کردی باعث دلخوری هم شده عذرخواهی. هدف رشد والیبال بوده آقای مظفر، اگر نکته ای هم گفته شده. اما آقای پورجعلی از شما پرسه اقدر مطرح کنم، شما وارد یک نشست خبری شدید، آقای داوردزنی بود سر و صدا راه انداختید، فریاد زدید که فساد مالی وجود داره، مدارکی دستتون بود، ماجرا چه بود؟ اگر در دو دقیقه و نیم بفرمایید ممنون میشم از شما. ببینین فساد مالی در تمامی ورزش ایران مشهود هست و در بلخص فدراسیون والیبال. من اون موقع گفتم الانم میگم ولی کوبوش شنوا، فدراسیون والیبال در سال 2009 فکر میکنم مسابقات قهرمانی جوانان جهان در هندوستان بود که رفتن و نهم شدن، سرمربی اون تیم هم آقای کارخانه بود. یک سری اسناد برای من آوردن که به پول اون روزگار حدود 1 میلیارد تومان میشد که آقا اینا رو امضا بکنیم و تحویل بگیریم. گفتم من چیزی ندیدم که بخوام امضا بکنم و تحویل بگیرم و من این اسناد رو امضا نمی کنم. فرداش فکر میکنم فردا صبحش بود که برای من یه حکم انتقالی زدن که از فدراسیون والیبال بفرمایید برید هیئت استان تهران، اونجا مشغول به انجام وظیفه بشید. ببینیم فدراسیون والیبال طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور حدود 150-60 مورد ابهام مالی داره. یعنی این حرف من نیست، حرف سازمان بازرسی کل کشور هست. فدراسیون والیبال، حالا نمیخوام اسم از کسی ببرم، آقای قوادی خالق سامانه پیامکی هواداری سی‌90 در 30 ثانیه اگر بفرمایید چه برنامه فرصتش من. بله من فقط میتونم اینو به شما بگم که این سامانه هواداری درآمدهای غیر شفافی داشته، به پول اون موقع که سازمان بازرسی کل کشور از اینها بازخواست کرده حدود 700 میلیارد تومان پول درآمد این سامانه بوده. حالا این پول کجای والیبال خرج شده؟ امیدوارم دوستان بتونن بیان جواب بدن و پاسخگو باشن. حتما با آقای داوردزنی زنگ میزنم میپرسن اگه پاسخگو باشه. ممنون آقای میثم پورجعلی، حتما برنامه دیگری هم سعی میکنم داشته باشیم با شما. آقای ایرج مظفری خیلی ممنون، وقت گذاشتید. آقای فرزاد فرهادیان ممنون از لطفتون که وقت گذاشتید و ممنون از شما بینندگان که بیننده این برنامه چند چند بودید. تا چند چند دیگر، خدا نگهدار.